بله در هفته گذشته اعدام فرزندان بلوچ در شهرهای مختلف ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. میخواییم در گفتگو با منصور رخشانی که اهل زایدان هستند این موضوع رو مورد بررسی قرار دهیم. با سلام آقای رخشانی و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. مدام سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز عزیز ایران تلویزیون ایران آزادی. بله. همونطور که اشاره شد در این ماه آمار هموطنانی که توسط قضایی خامنه ای اعدام شدند به طور چشمگیری افزایش داشته. علت افزایش اعدام هموطنان بلوچ چی هستش؟ <تصفح> بله. مقدمتا باید عرض کنم که <تصفح> حیات و ممات خامنه ای و نظامش سواره و مشروط به کار روزانه ماشین اعدامش مشروط به کشتار و زندان و شکنجه و تجاوز و تازگی هم که بمباران شیمیایی شیمیای دختره مسئول رو وارد این چرخه جهنمی روزانه خودش کرده لازم اینو اشاره کنم روزی که خامنه ای و اون دستگاه سرکوبگرش یعنی اون مسلس شوم موسوم به قوای سگانه که در حقیقت موتور این دستگاه سرکوبگر محسوب میشه اعدام رو کنار بذاره باور کن اون روز روز سرنگونی این رژیمه شما ببینید طی 6 روز گذشته دستگاه سرکوب خامنه ای دست کم 31 زندانی رو اعدام کرده تو ایران که از این 31 نفر 22 نفرشون بلوچ بودن که تو زندانای بیرجند و مشهد بندرعباس میناب یزد و زابل اعدام شدن حداقل تو دو موردم بود که مردم رو زیر گرفته یه روز یکی چند روز پیش تو فنوج بود و یه شهر دیگه که،, که, یادم نیست نیروهای امنیتی مردم رو زیر گرفتن که سه نفرشون شهید شدن تو زندانم که گفتم اعدامه که داره میکنه علاوه بر اون 22 نفری که اعدام کرده چندین نفر دیگر رو تو نوبت اعدام قرار داده ببینید وقتی خامنه ای توان مهار قیام رو نداره وقتی توانی و راهکاری برای حل مشکلات مردم نداره اعدام ها و اقدامات سرکوب رو اضافه میکنه هزاران هزار دستگیر میکنه و با اعترافات اجباری که اصلی ترین اهرام پاسدار و وزارت بدنام اطلاعات هست دست به کشتار میزنه اینکه چرا اقلیت های قومی و به خصوص ها در تیرس خامنی قرار دارن اینکه چرا اعدام ها و کشتار رو افزایش داده این ربط مستقیم داره به شرایط سیاسی و بحرانی رژیم و فوران نارضایتی مردم تو ایران کل ایران اینکه که بلوچا رو اینطوری وحشیانه و بیمه ها با برای ایجاد روب و وحشت و ترسی که از این مردم داره اینکه این همه دستگیر میکنه اون هم دستگیری گسترده به خصوص دستگیری علمای اهل تسنن و اساتید دارالعلوم تو زاهدان و توی سایر شهرهای بلوچستان این هدف به سرکوب و توقف و منحرف کردن قیام عادل مردم نداره ببینید نکته مهم اینه که سیستان بلوچستان فقیرترین استان این کشور بر طبق گزارشات نهاده حقوق بشری در واقع بیش از یک سوم کشته شده های اعتراضات هم بلوچ هستن بلوچستان انظر شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی همیشه در پایین ترین رکورد جدول توسعه قرار داشته و داره اما از نظر اعدام و کشتار توسط نیروهای انتظامی خامنه و رئیس جلاد در صدر جدول آمارا قرار گرفته فاجعه است حتی اعدام زندانیایی که دوازده سیزده ساله که تو زندانای رژیم دوران محکومیتشون رو میگذرونن اینا رو میگیره اعدام میکنه آیا واقعا این نوعی انتقام گیری و کشتن کشتن اسیران تو زندان نیست اونم اسرای او دستبسته چرا؟ برای اینکه کشتن مردم محروم و زیر خط فقر بلوچستان برای خامنه‌ای هزینه چندانی نداره. با وجود اینکه رژیم بلوچستان شکارگاه خودش کرده اما شکارگاه خودش کرده برای دستگیری شکنجه زندان و ادامه فراغذای جوانان بلوچ اما روحیه مبارزاتی و مقاومت مردم بلوچستان در مقابل رژیم کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر شده حرکتی روزافزون داشته روزی نیست که مردم بلوچ در مقابل زیاده خواهی این رژیم ظلم و ستم خامنه ای به شکل تجمع و اعتراضات مردمی مخالفت و مقاومت نکنند. خامنه ای واقعا ناکام از سرکوب قیام مردم بلوچستان تلاش میکنه که با افزایش اعدام اونم اعدام زندانی های دفاع و بیگنا تو این منطقه وحشت و ترس رو مستولی کنه بر مردم که بدون شک و تردید نکنید که سرش به سنگ خواهد خورد بله آیا رخشانی آیا جامعه بلوچستان به خصوص جوانان انقلابی و آزادیخواه خواه مرعوب این سرکوب ها میشن به نظر شما یا به عبارتی آیا عوامل سرکوب با این اقدامات ضد بشری میتونن این خط رو پیش ببرن که منجر به فلج شدن قیام و یا سرکوب مردم بشه؟ نه هرگز ببینید خامنه ای و عوامل سرکوبگرش به مسابقه دشمنان در اول مردم ایران به جای حل مشکلات مردم اهرم و اسباب کاری به جز اعدام سرکوب و وحشیانه ندارن واقعا اما قوانین حرکت جامعه با امیختر شدن شکاف بین مردم و رژیم و با رادیکالیزه شدن قیام حرف دیگری میزنه و از اونجایی که جامعه بخصوص یک جامعه بیدار و آگاه مثل این اقلیت های قومی ایرانی کردها بلوچها و غیره درست مانند یک ارگانیزم حیاتی بسیار زنده اکتیو پویا در حرکت روزانه در کنش و های ارگانیک اجتماعی و دگرگون کننده قرار داره و به طور واقعی به سرکوب و اعدام که خوراک حیات و بقای موقت خامنه یه، پاسخ قانونمند میده این یک قانونه این قانونی که هرچی فشار و سرکوب و افزایش پیدا میکنه مردم جون به لب رسیده خب بهش پاسخ رادیکال تری میدن یعنی مردم رو به جلو میرن نه به عقب یعنی به جای تسلیم شدن و سکوت و بیعت کردن با خامنه ای برای احقاق و حقوق مشروع و عادلانه خودشون برای دفاع از شرافت و بزرگی و کرامت انسانی خودشون علیه, علیه نظامش برمیشورن اعتراض میکنن به خیابون میان چرا اینجوریه گفتم به دلیل سطح آگاهی مردم به دلیل شرایط این جامعه که با یک جرقه به صورت یک قیام عظیم منفجر و اونطوری شعلهور میشه تجارب شما بارها تا این سالیان داشتیم شما نگاه کنید همین جمعه قبلی تو زایدان که جوان دیدین شما جوان چطوری تو کف خیابون ها انقلابی و رادیکال میدادن خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن یا مثلا موزگیری مولوی گرگی توی گالیکش چطوری واقعا با چه دهنی خیلی سریع با آلترناتیوهای قلابی و پوشالی که از اسای دست خامنه‌ای و حکومت شدن مرزمندی کرد خط سرخ کشید در مورد سلطنت و بقایاش ساواک و سپ... سپاه و همینا که تلاش بیهوده میکنن به خوبی توضیح داد خب حالا با این سطح از آگاهی بگو مگه خامنه‌ای میتونه مگه خامنه ای میتونه با اهرام سرکوب مانی قیام مردم بر آزادی بشه هرگز جدا از هر افت و خیز هر فراز و نشیب این قیام خاموش شدنی نیست هر هم که رژیم سرکوب رو افزایش بده نه تنها جوان و مرعوب, مرعوب نمیشن بلکه خودشون میگن میگن ذلت و سازش و سکوت از ما به دور به خصوص مردم بلوچ جوان بلوچ که از خون فرزنداشون که بر زمین ریخته کوتا نمیان آخه و نباید کوتا بیان حالا هر چم این اوباش خامنه ای و رئیسی به هر شیوه ای از سرکوب که دست بزنن این قیام خاموش شدنی نیست مار شدنی نیست و مردم بلوچستان هم از زمان قدیم اهل ترس و تسلیم و سازش و بیعت با این خامنه ای مفلوک و به تای رسیده نیستن به هیچ وجه بله با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بود